در خدمت آقای مهرداد شیروانی هستیم از موزیسین‌های ایرانی شناخته شده در ایتالیا که در زمینه موسیقی کلاسیک کار میکنن، موسیقی کلاسیک علمی. آقای شیروانی لطفاً از تجربیات خودتون برای ما بگید و اینکه چرا امروز اینجا حضور دارید؟ بله، من امروز اینجا هستم در واقع برای خوش آمدگویی به شاهزاده، مثل اینکه ایشون یک فردی از فامیل من باشه که 44 ساله که نمیدیدم و امروز اومدم ایشون رو ببینم، اگرم که حتی نتونم وارد بشم. خیلی خوشحال هستم که ایشون رو دیدم که رد شدن از اینجا و دیروز ایشون رو دیدیم که با جرأت اومد تا 2 متر از جمعیت ایرانی که اونجا تشویقش میکردن و تحسینش میکردن صحبت کرد و اظهار خوشحالی کرد و ما همه خوشحال شدیم، همه بیشتر امیدوار شدیم. چه خاطره ای دارید از دوران قبل از انقلاب؟ آیا اجرایی داشتید با حضور اعضای خانواده پهلوی در ایران یا در خارج از کشور؟ بله بله، سوال خوبی هستش. ببینید، ما ولیعهد مثل یک فردی از فامیل ما بود. من یادم هستش که وقتی ایشون به دنیا اومد یک آهنگساز معروف، فکر میکنم آقای آموزگار بود، یک سرودی ساخت به نام رضا پهلوی و من که بچه دبستانی بودم، تازه داشتم دبستانش رو تموم کرده بودم، ما رو بردن تالار فرهنگ این رو بخونیم و این سرود هنوز بعد از چقدر بیشتر از 60 سال در ذهن من هستش. رضای پهلوی جانشین پادشاه، ستاره‌ای بود روشنی رسان بگاه. خب بعد از این وقتی که من تحصیلاتم تمام شد و برگشتم از ایتالیا، مدت 11 سال اینجا در کنسرواتوار تحصیل میکردم، عضو ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون بودم و تصمیم گرفتم خانم افشار که مدیر ارکستر مجلسی بود، رئیسش بود، در واقع ایتالیا میگن پرزیدنت بود، از ما خواست که با این ارکستر بریم با آقای سنجری که رهبر ارکستر بود. من نمیدونم شما حتما ایشون شنیدید. بریم اونجا و به این شاهزاده ها و شاهزاده خانم ها تعلیم بدیم که چگونه به موسیقی علمی باید گوش بدن، چون اون موقع همونطور که شما میدونید خیلی میخواستن که تمام افراد خانواده پهلوی خیلی در علوم هنری خیلی وارد باشند و من یادم هستش که رفتیم مدرسه اونها در کاخ، نوازندگی کردیم و صحبت کردیم و بعدم باهاشون عصرونه خوردیم که من یادم میاد هنوز که نون و کالباس بود. ما وفاق کردیم خونه پادشاه چطوری که به ما نون و کالباس دادن. متوجه هستی؟ هنوز اونطور در خاطرم هست. بعد یک خاطره غم انگیزم هستش. آخرین کنسرتی که در ایران با ارکستر بود برای 10مین سال ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون ایران، ما در کاخ گلستان یک برنامه اجرا کرده بودیم. اعلی حضرت بودن، شهبانو بودم، من بعد به شهبانو گوش دادم کردم. بعد یک قطعه بود از آلبینونی، عدد جودی آلبینونی که اعلی حضرت خیلی علاقه داشتن به این و ما اون رو به طور سورپرایز نواختیم و من دیدم که اعلی حضرت سرش رو برده بود بالا در فکر، شاید نمیدونم در ذهن اون موقع چه بود، یک چیز خیلی چی میگن تکان دهنده بود، یک لحظه تکان دهنده بود. بعد دیگه چیزی نداشتم تا اینکه انگار 1 سال پیش صفحه های دخترم که نوازنده ویولنسل هستش یک CD برای شهبانو فرستاده بودم که ایشون تلفن کردن. تشکر.